استفاده از دستور آفست یکی از دستورهای خیلی مهم محیط ویژوال بیسیک دستور آفست هستش که توی استفاده از حلقه ها و عبارت های شرطی و امکانات دیگه ماکرو نویسی میتونه برای ما خیلی خیلی مفید باشه. برای اینکه با نحوه استفاده از دستور آفست بهتر آشنا بشیم با استفاده از سربرگ دیولوپر به محیط ویژوال بیسیک میرم. کاری که دستور آفست برای من انجام میده این هستش که توی صفحه گسترده اکسل میتونیم با استفاده از اون جابجا بشیم. یعنی همونطوری که با استفاده از کلیدهای جهت نما توی صفحه اکسل ما جابجا میشیم، مثلا من اگر دو بار کلید پایین رو فشار بدم از سلول B4 به سلول B6 میرم. دستور آفست هم دقیقا این کار رو برای من انجام میده. من بهش یه عدد گام برای حرکت توی سطرها میدم، یه عدد گام برای حرکت توی ستونها میدم و دستور آفست سلول مورد نظر من رو برام فعال میکنه. برای درک بهترش، من الان توی سلول B3 قرار دارم، میخوام 4 تا سلول به سمت پایین حرکت کنم و 5 تا سلول به سمت جلو برم. سلولی که باید برای من انتخاب بشه سلول G7 هستش. من رنگ این سلول رو تغییر میدم و براش بوردر میذارم که قابل تشخیص باشه. یه بار دیگه به سلول B3 برمیگردم و مجدد میخوام به سلول G7 برم، اما این بار با استفاده از دستور آفست و ماکرو نویسی. بار دیگه به محیط ویژوال بیسیک برمیگردم. گفتیم در ابتدای هر ماکرویی که می نویسیم از دستور ساب استفاده می کنیم. ساب، من اسم ماکروم هم می ذارم انتخاب، چون کاری که قراره برای من انجام بده انتخاب سلول G7 است. اینتر رو می زنم تا دستور انتصاب رو برای من توی ماکروم قرار بده. من اینجا اول از همه آدرس سلول B3 رو می نویسم. برای نوشتن آدرس گفتیم از دستور رنج استفاده می کنیم. رنج پرانتز باز B3 پرانتز بسته دات. دستورهایی که بعد از استفاده از دستور رنج می تونیم ازشون استفاده کنیم رو تو این کادر می تونیم ببینیم. حالا دستور مورد نظر من آفست هستش. آفست رو تایپ می کنم و پرانتز رو باز می کنم. آرگومان هایی که برای دستور آفست مورد نیازه رو به من نشون میده. اولین آرگومان راو آفست و دومی کالمن آفست هست. برای آرگومان اول عدد گام سطرها و برای آرگومان دوم عدد گام ستونها رو باید مشخص کنم. ما گفتیم که 4 تا توی سطرها به سمت پایین بیاد. موقعی که صفحه اکسل از سمت چپ به راست تنظیم شده، حرکت به سمت پایین و چپ حرکت در جهت مثبت و حرکت به سمت راست و بالا حرکت در جهت منفی هست. عدد گامم برای سطرها 4 و برای ستونها 5 بود. پرانتز رو میبندم. مجدد قرار بود دستور دیگه انتخاب کنیم. گفتیم به این آدرس بره و اونو انتخاب کنه. دات دستور بعدی سلکت هست. من این دستور رو ران میکنم. میبینیم که از سلول B3 اومد و در اینجا سلول G7 رو برای من انتخاب کرد. حالا یک بار معکوس همین دستور رو می نویسم، یعنی از سلول G7 به سلول B3 بره. مجدد وارد محیط ویژوال بیسیک میشم. در اینجا رنج انتخابیم رو G7 قرار میدم و برای دستور آفست -4 و -5 رو انتخاب میکنم. اون رو ران میکنم. میبینیم که از سلول G7 4 تا به سمت بالا حرکت کرد و اومد و سلول B3 من رو انتخاب کرد. پس در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور آفست و آرگومان های اون آشنا شدیم. در فیلم های آموزشی بعدی با همدیگه چند تا مثال کاربردی از دستور آفست رو کدنویسی میکنیم.